درود بر شما. 13 دی ماه 1398 خورشیدی و 3 ژانویه 2020 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به رویارویی بیشتر نظام جمهوری اسلامی با مردمی که هر روز وضع زندگیشون بدتر میشه، و میپردازیم به نقش مستقیم آیت الله خامنه ای در چگونگی برخورد با معترضان آبان. پرده آخرم آخر برنامه. منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه، پدر و مادر پویا بختیاری، مونا خواهر پویا و آصف و مهرداد بختیاری عموهای پویا، 5 عضو خانواده پویا بختیاری هستند که 2 دی ماه با چند عضو دیگه این خانواده، البته ماموران وزارت اطلاعات، ریختن خونهشون و بازداشتشون کردن. 4 تاشون آزاد شدن و اسامی که عرض کردم خدمتتون در زندان نگه داشته شدند. پویا بختیاری 25 آبان 98 در مهر شهر کرج به ضرب گلوله ماموران جمهوری اسلامی کشته شد. حتما ویدیوهایی رو که پویا بختیاری چند ساعت قبل از کشته شدنش تو فضای مجازی گذاشته بود دیدین. در واقع گزارشی بود از آنچه در خیابونا در آبان 98 اتفاق افتاد. عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواسته که خانواده داغدار پویا بختیاری رو فوری آزاد کنه. منم پسر کسی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم خطر گذاشتم مادر. اینم یه غروب خیلی خوشگل، امید یه طلوعی بهتر برای مردم ایران. این صدای پویا بختیاری البته هر وقت به تاریخ معاصر ایران پرداخته میشه شنیده میشه، و چقدر واقعا عادلانه و انسانی است که این جوون رو بکشی، بعد بیای همه خانواده رو با 2 عموهاش بگیری بندازی زندان تا جلوی برگزاری 40 فرزندشون رو گرفته باشی. این جنایت ها هیچ وقت فراموش نمیشه. اتفاقایی که در آبان 98 افتاد واقعا هر کدوم آتش بزرگی زیر خاکستر هممون میدونیم، حکومت هم میدونه. جنایت ماه شهر رو چجوری مردم فراموش میکنن؟ بیش از همه مردم همون شهر. بو يا قاعد تصور هذا شو مش مستغل هیچ کس نمیدونه چند نفر کشته شدن، هیچ آماری نیست. نیویورک تایمز به نقل از منابعش نوشته که 40 تا 100 نفر رو همینجا کشتن. همین دیدین دیگه کیا بودن اینا که جنازه بعضی هاشون افتاد رو زمین. گزارش سیمای آقایون رو ببینیم اول.
در ماهشهر برخی از عوامل گروه‌های تجزیه طلب با سلاح گرم و حتی سلاح‌های نیمه سنگین و تیربار راه ارتباطی بندر ماهشهر با دیگر نقاط کشور و مسیر انتقال کالا را بسته بودند و همچنین قصد تصرف پتروشیمی ماهشهر و انفجار در آن را داشتند. در ماهشهر عملاً برای ساعاتی اغتشاشگران مسلح جنگ مسلحانه به راه انداخته بودند. در چنین شرایطی نیروهای حافظ امنیت برای نجات جان مردم ماهشهر وارد عمل می شوند. اگر ورود نیروهای نظامی و انتظامی نبود، زندگی عموم مردم در این منطقه نه تنها به خطر می افتاد، بلکه واردات بالاخره محصولات اصلی کشور که از بندر امام به نقاط اصلی کشور می شد، با توجه به اینکه تعدادش به کمتر از 400 کامیون در روز رسیده بود، داشت به خطر می افتاد. و این موضوع باعث شد بالاخره نیروهای امنیتی و نظامی برای آسایش مردم و زندگی وارد عمل بشن و به شدت هم با نیروهای مسلحی که مقابل مردم و نظام وایسادن برخورد شد. نیزارهایی که ملاحظه می‌فرمایید هم پشت سر هم در سمت راست نیزارهایی بودند که گروه‌های معانه در همین نیزارها مخفی شده بودند و اقدام به تیراندازی به سمت مامورین می‌نمودند، ولی الحمدلله با درایت و هوشیاری که نیروهای مسلح حضور میدانی که در اینجا داشتن الحمدلله تویتهشون نقش براب شد. بله ببینین، اسلحه گرم، سلاح نیمه سنگین، اغتشاشگران مسلح، تو همین فیلمی که دیدین که از ماهشهر بود، این همه آنچه بود که صدا و سیما نشون داد در این سریالی که همین خبرنگار پاس داره این برحال تهیه کرده. مثلا دوباره ببینین اون تیکه رو، اون تنها فیلمی که از ماهشهر تو همین مثلا گزارش واقعیشون پخش شد، دارین میبینین. ببینین سلاح‌های گرمشون رو مثلا ببینین دیگه، دیدین تانک و توپشون و اینا قصد داشتن پتروشیمی ماهشهر رو مسلحانه تصرف کنن. من هم اینا که میان جلوی دوربینم صحبت میکنن به اسم استاندار و فرمانده و فلان و اینا، بعدن چیکار میخوام بکنن جلو مردم؟ واقعیت چه بودن چه در ماهشهر اتفاق افتاد؟ شما تو هر خونه بری یکی دو تا بیکار هست و 20 تا پتروشیمی هست، بندر هست، صادرات هست، بندر صادراتی هست، همه چی هست. چرا باید بچه های ما بیکار باشن؟ یا باید بریم دست فروشی یا کار آزاد یا کارهای دیگه جاهای دیگه میریم. الان شما نگاه کن، الان وسط اول هفته است، یک شنبه، این همه جوان باید خیابون باشن یا سر کار با این همه منبع درآمد نفت و پتروشیمی ها. اینجا خدا قسم، به خدا قسم ترتیبی نمیدونیم چیه. شما واسه صدا و سیمایی اگر باشید فایده نداره، چون این چیزایی که الان مطرح شد اینجا رو باستاب نمیده. ماهشهر، قطب پتروشیمی ایران رو این روزها با چیزهای دیگه ای میشناسن. نفربر، دوشگاه، نیزار. با شروع اعتراضات مردم تو آبان ماه، ماهشهر هم به هم ریخت. به روایت رسمی مسئولان، عده‌ای از معترضان مسلح 3 روز جاده‌های اصلی و ترانزیتی منطقه رو بستند که نیروهای امنیتی و انتظامی مجبور شدن راه رو با زور باز کنند. اما این همه ماجرا نبود و مردم حرفای دیگه‌ای هم دارن. مردم و بزرگای شهر از تبعیض، بیکاری و فقر میگن. از بی‌تدبیری مسئولین شهر در نحوه واکنششون به اعتراضات بدجوری شد. دلهای زیادی شکست. من عکس دوشگاهشون رو دارم که اینجا نشده بود. تانک آوردن اینجا. مگه ما چی هستیم که برای ما تانک بیارن؟ مگه ما چی هستیم بابا؟ ماها دست خالی. ما اگه پول داشتیم اسلحه بخریم، خب میرفتیم نون میخریدیم. اگه شنیده باشید که 10 روز پیش مردم ایستادن بیرون، راه ها رو بستن. مردمی که بیرون راه ها رو بستن، خدا شاهده به خاطر بنزین نبوده. مشکل مردم بنزین نبوده، فقط مردم منتظر یه جرقه ای بودن، خسته شدن، ترکیدن دیگه. نون که نداشته باشی تو جمهوری اسلامی باید بمیری، وگرنه زودتر با گله میان سراغت، حتی اگر فرار کنی بری تو نیزارا. از گشنگی مردیم. مگه ما ایرانی نیستیم؟ مگه شهید ندادیم؟ همه شهید دادن. هر خونه ای میرین شهید داده. چرا این کار رو با مون میکنن؟ بیرین داخل اصلا خونه ها؟ بیرین داخل خونه. ما بیشترهای خونه های شهرک طالقانی جنگ زدن. ما جنگ دیده ایم. خودم آقام رزمنده. سر تخت نشسته. میخوای بیای بیا خونه مون. 8 سال دفاع مقدس دارم. این منطقه همه چی خسته. همه خسته. یعنی پول دار.
سرمایه این که سرمایه داره همینجا نهار داره بخوره، این که سرمایه داره ولی این که نداره منتظره فقط بمینه تو چشمات فقط نگاه بکنه. این قطب پتروشیمی کشور نفتخیز ایرانه. بعد ببینین توی همچین موقعیتی که دارین میبینین دیگه، خشم، اعتراض، بی‌اعتمادی به حکومت با چه سرعتی داره میره جلو، تو همچین موقعیت که امروز جمهوری اسلامی ایستاده، هر حکومت دیگه ای بود قطعا میرفت سراغ یه اصلاحات نیم بندی برای ساکت کردن مردم قاعدتا دیگه. ولی جمهوری اسلامی بیاین فقط یه نگاه به بودجه 99ش بندازین ببینین اینا چقدر دارن فوری گور خودشونو میکنن. واقعا ببینین در لایه بودجه 99 39% بودجه سازمان‌ها و برنامه‌های عقیدتی مذهبی اضافه شده. یعنی چیا؟ یعنی مجمع تقریب مذاهب، نمیدونم شورای سیاستگذاری و حوزه‌های علمی خواهران، ستاد اقامه نماز، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، اینا 47-48% مثلا نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها اضافه شده، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اضافه شده. خب بعد در مورد خدمات و برنامه‌های اجتماعی تا 100% کم شده، یعنی حذف شده طبق همین جدولی که دارین می‌بینین، از امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری گرفته تا برنامه اجرای امنیت قضا و تغذیه که 74% کم شده بودجش، تا حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم که 47% بودجش کم شده، تا برنامه گسترش ورزش بانوان که 100% اصلا حذف شده. بودجه برای ورزش زنان مثلا چرا اصلا باید باشه؟ چون وقتی پول نداره دولت، خب میاد از کارهای کم اهمیت تر میزنه دیگه. ورزش زنان هم که اهمیت نداره، اصلا خدمات به مردم چه اهمیتی داره؟ صبح تا شب باید بودن دنبال نون، شب جنازهشون بیاد خونه اگه خونه داشته باشن، خواهران هم که باید برن بشن یکی از 4 زن آقایون، بچه بزن، همین. بنابراین خدمات، رفاه، وقت آزاد، این چیزا در جمهوری اسلام چه اهمیت؟ وقتی هزاران میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکاریم دیگه خدمات اصلا معنی نداره. بزرگترین سازمانی که باید خدمات ارائه بده سازمان تامین اجتماعی، حالا اگه بعد از 41 سال ام القرای اسلام به قول آقایون قم بیشترین تعداد زن معتاد رو در تمام شهرهای ایران داره، خب داشته باشه. معاون هماهنگ کننده معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه قم رتبه اول اعتیاد زنان در کشور را دارد گفت در نسبت طلاق به ازدواج در روستاها، روستاهای قم رتبه اول را دارد. همچنین قم در مسئله زنان بازمانده از تحصیل در مقاطع ابتدایی و متوسطه رتبه اول در کشور را دارد. من حوزه علمی قم بره جایزه بده. خبرگزاری برنا وابسته به وزارت ورزش و جوانان نوشته نیمی از زنان در بازار کار جنسی ایران زنان متأهلند. ببینین اینا آمار نمیدونم بیگانگان و این حرفا نیست، خودشون آمار خودشونه. این آمار رو میخونیم و میگذریم راحت، دندمون پن شده اینقدر که هیچی تکونمون نمیده. کدوم کشور تو دنیا که نیمی از جمعیت روسپیهاش متأهل باشن؟ همین آمار فقط واقعا کافی است که هر بیخبر و ساده لوحی بفهمه که دلیل این ابتذال فردی و اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی فقط فقر اقتصادی است که مادر و همسر و ناگزیر به تن فروشی میکنه برای اینکه نون بیاره خونه. این عزت و شرف و سربلندی ایران امروز و ایرانی امروز که خامنه‌ای بهش افتخار میکنه. حضرت آیت الله خامنه‌ای چهارشنبه 11 دی 98 میگه جمهوری اسلامی به چیزایی پایبنده
میگه ما به چیزهای پایبندیم به شدت و به دلیل همین پایبندی کشور رو به اینجا رسوندیم. چیزایی که میگه بهش پایبندیم درست همون چیزایی است که خود جمهوری اسلامی نابودشون کرده. ببینید، ما به منافع و مصالح کشورمون و ملتمون به شدت پایبندی، ما به عزت ملتمون به شدت پایبندی، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم. هر کسی اینها رو تهدید بکنه، ما بدون هیچ ملاحظه‌ای با اون روبرو میشیم و ضربه مون رو وارد میکنیم. آدم خامنه‌ای رهبر رو از این حرفا منافع کشور اقتضا میکنه که ایشون بهش پایبندن و کل حکومت، یعنی منافع کشور اقتضا میکنه که جنگ رو 8 سال ادامه بدیم با 1 میلیون کشته و صدها میلیارد دلار خسارت جبران نشده. منافع کشور ایجاب میکنه سالی 15 میلیارد دلار به رژیم اسد بدین، اونم وضع این مملکت خودمونه. سالی 360 میلیون دلار به حماس بدین تا در مسیر استراتژی بحرانساز شما حرکت کنه، هیچ جوری به طرف پذیرش راه حل دو کشور اسرائیل و فلسطین نره که این وضعیت بحران بالاخره راه حلی پیدا بکنه. سالانه به حزب الله لبنان 830 میلیون دلار بدین، پارک و مراکز تفریحی و بیمارستان برای جنوب لبنان در راه خدا بسازین که مشابهش هیچ جای ایران پیدا نمیشه. داشتیم دیگه بارها این فیلم ها شد دیگه، وقت امشب نداریم تو همین برنامه صفحه آخر نشون دادیم. اینا منافع کشور ایرانه بابا. بنیاد شهید خودتون دیگه پولی نداره به خانواده قربانیان جنگ بده و بیمه بنیاد شهید 2 ساله که کلن مسدود شده. کمک مالی صدها میلیون دلاری به بورکینافاسو و شاخ آفریقا جز منافع کشور ایرانه، وقتی دولت خودتون 190 هزار میلیارد تومان فقط به سازمان تأمین اجتماعی بدهکاره. برای اینکه حقوق کارمنداشو بتونه بده، یک شبه قیمت بنزین رو برای مردم همین کشور 3 برابر میکنه. اینا جزو منافع کشوره که رهبر معظم میفرمایند به شدت بهش پایبندند. نمیشه نگفت عزت کشور اینه که اعتبار گذرنامه ایرانی از بنگلادش و اریتره پایین تر اومده، بین 107 کشور رسیده به جایگاه با عزت 99، یعنی فقط 8 کشورن که وضعشون از ایران بدتره. با گذرنامه ایرانی هیچ جا نمیشه رفت بدون ویزا مگر چند کشور بدبختر از امروز ایران. این عزت کشوری که هر جا اسم ایران میاد پیامدش بحث جنگ و تهدیدهای منطقه‌ای و بنیادگرایی اسلامی و فتوای قتل، اینا عزت ایران و ایرانی در جهان دیگه، ایرانیایی که تو اروپا و آمریکا و کشورهای دیگه هستن در اطراف ایران هستن میدونن دیگه هر جا بحث ایران میاد بحث قتل و فتوای قتل و تروریسم و بحران منطقه و حالا اینا. یه طرف حضرت آقا از کدوم موفقیت و پیروزی اسلام حرف میزنن؟ نتیجه 41 سال پیروزی حکومت جمهوری اسلامی رو از زبان یک استاد دانشگاه در تهران بشنوید. هیچ دوره تاریخی به اندازه روزگار ما شکاف میان جوانان ما با سنت تاریخی و ارزش‌های مذهبی و اخلاقی ما یک چنین شکافی تاریخ ما نداره. ما انقلاب فرهنگی کردیم، 80 واحد رو دانشجوهای بدبخت بغده کردیم به نام واحدهای اسلامی، در تمامی مدارس ما دروس اسلامی گذاشتیم، بچه های ما رو میخونن، تعلیمات دینی ها رو میخونن، نمره 20 میارن. اما واقعیت امروز در جامعه ما هست هیچ نسبتی با این تعالیم نداره و من میتونم بگم سکولاریزه شدن جامعه در طی این 40 سال اخیر آنچنان شدت گرفته یافته که در زمان رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی که جهتگیری های سکولاریستی داشتند در چون جمهوری اسلامی، این واقعیت جمهوری اسلامی هیچ نسبتی با واقعیت امروز جهان نداره و از خودتون به اینجا رسوندین که داره از آنچه خمینی همیشه ازش میترسید بالاخره بعد از 4 دهه به حق علی واقعیت پیدا میکنه. بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست
و یک انفجار حاصل بشه. از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد و اون روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن، قضیه این است که فاتحه همه ما را میخونه. بذارین یه شمه ای از نقش خامنه ای رهبر بعد از خمینی دیگه، حالا اون که دیده بود و هشدار داده بود و اینها، و خودش هم اگر بود زودتری بلا سر جمهوری اسلامی میاد که الان داره میاد با کاری که تو همون مدت 8 سال اول کرد. ولی بزنین یه شمه از نقش خامنه‌ای در هدایت جمهوری اسلامی به سمت نابودی براتون بگم. اینا یه نقش پیشوایی و رهبری مطلقه که فقط تو نظامای فاشیستی دیدیم، برای ولی فقیه قائل شدن، تو قانون اساسیشون هم آوردن اول انقلاب، و در دوره خامنه‌ای هم چهار میخش کردن ولایت مطلقه فقیه. این پیشوا همه کار است، همه قوای کشور و نهادها از جمله مجلس، قوه مقننه، فقط یه مشغولیت شغلی و یه تبلیغات حکومتی است. چند نمونه فقط بگم که به مجلس مربوط میشه. 16 مرداد 79 قرار بود طرح اصلاحات قانون مطبوعات دستور جلسه باشد، اما با اعلام رئیس مجلس که مهدی کروبی بود، این طرح که تصویبش میتوانست جلوی سانسور حکومتی را تا حدی بگیرد، از دستور جلسه خارج شد. این موضوع مورد اعتراض عده‌ای از نمایندگان قرار گرفت، از جمله نمایندگان معترض. علی اصغر هادی‌زاده نماینده محلات و دلیجان به عنوان تذکر آیین‌نامه خطاب به رئیس مجلس گفت: به کدام مواد آیین‌نامه عمل کرده اید و با چه اجازه این مورد را از دستور هفتگی مجلس حذف کرده اید؟ مردم از طریق مطبوعات متوجه طرح اصلاح قانون مطبوعات شدند، حداقل لازم است علت حذف آن را هم بدانند. رئیس مجلس کروبی در پاسخ او گفت: در این مورد آقای هادی‌زاده به خوبی می‌دانند که من بحث مفصلی قبل از رسمی شدن جلسه کردم و سیر قضیه را بیان کردم. نامه‌ای که برای ما آمده بود حکم حکومتی در آن بود، قرائت شد و ما بر اساس قانون اساسی عمل کردیم. قانون اساسی بر ولایت مطلقه تأکید دارد و ولایت مطلقه هم همین است. بخور تا بیاد. همینه، خودتون کردین، همینه. حالا متن حکم رهبر به رئیس مجلس. بسمه تعالی. مطبوعات کشور سازنده افکار عمومی و جهت دهنده به همت و اراده مردم اند. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند، خطر بزرگی امنیت و وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و این جانب سکوت خود و دیگر دستان در کاران را در این امر حیاتی جایز نمی‌دانم. قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آن چه در کمیسیون مجلس پیش بینی شده، یعنی همون طرح اصلاح قانون مطبوعات، مشروع و به مصلحت نظام و کشور نیست. و سلام علیکم سید علی خامنه ای فلان فلان. اینجوری حکومت فردی، یک نفر خودش رو صاحب مملکت میدونه و بقیه رو غریبه و پر از لغزش و خطا و بسا خیانت. آزادی مطبوعات هم که این همه بشر براش جنگیده اصلا معنی و مفهومی نداره. یک بار مجلس خواست جلو خامنه‌ای واسه و به مجلس معنای نهاد قانونگذاری بده، حالا هر پد در چارچوب ارتجاع یا انقلاب یا هر چیزی، معنای نهاد قانونگذاری بده. ببینیم قضیه چجور شد. حال که مستی زدگان قدرت و مدهوشان استبداد را یارای درک آن انذارها و هشدارها و اهمیت و حساسیت شرایط کنونی جامعه و کشور نیست و اقتدار گرایان عزم خود را جزم کرده اند تا با حذف جمهوریت نظام و در نتیجه اسلامیت آن و تشکیل مجلسی فرمایشی و فرمان بردار سراشیب سقوط را تا فرجام شوم آن و سوختن در آتشی که خود هیزم آنند طی کنند، ما را چاره ای جز عدم حضور و عدم همراهی در این مسیر و گریزی جز استعفا از عنوانی نیست که از این پس در آن خیری برای ملت و فخری برای خود نمییابیم. شانه خالی کردن از مسئولیت
چه به صورت کنارگیری و استعفا و غیر اینها برای این مسئولین هم خلاف قانونی است هم حرام شرعی است. مرگ بر ضد ولایت فقیه و از این حرف فرموندن حرام شرعی است. هرچی من میگم همونه، به قول خودش هرچی ما میگیم همونه، غیر از اون حرام شرعی است. حرام شرعی است دیگه. خب تبعات قضایی و کتکی و نمیدونم این چیزا هم داره، زندانی و محرومیت. و بعدم سال 82 میاد نماینده های مجلس رو جمع میکنه میگه من اون کفتاره نیستم. امیرالمومنین فرمود والله لا اکون کذبع تنام على طول لبد. کفتار رو با یه آهنگی توی لانش میخوابانن، وقتی خوابید میرن سراغش. حضرت امیرالمومنین فرمود که والله لا اکون کذبع، من اون کفتاری نیستم که من رو با آهنگ خانی و آواز خانی و اینها بخوابانن و هر کار میخوان بکنن. حضرت امیرالمومنین خلیفه وقت که حالا منم همینو میگم، منو نمیتونین رام کنین، حتی به جای شورای نگهبانم که همشون از نزدیکترین آدمای موجود به خلیفه وقتن، هر وقت لازم بدونم علنا تصمیم میگیرم. نمونه این دخالت علنی انتخابات سال 88 بود که کمترم بهش توجه شد، که هیچ مثلا اصلاح طلبی تایید صلاحیت نشده بود، شورای نگهبان نکرده بود این کارو، صفر وایساده بود. جنس در نتیجه واسه ویترین جور نبود. در پی رد صلاحیت مصطفی معین نامزد حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و مهرعلی زاده اصلاح طلب مستقل، رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه فلان فلان با صدور حکم حکومتی از شورای نگهبان خواستند صلاحیت آقایان معین و مهرعلی زاده را تایید کنند. نامه رهبر انقلاب به دبیر شورای نگهبان در دوم خرداد 84 به این شهر بود، ببخشید. آیت الله جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان دامت برکاتو، از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور از صاحبان سلایق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر می رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلی زاده تجدید نظر صورت گیرد. و سلام علیکم. شورای نگهبانش هم اصلا خرش به چند. اون موقع البته اصلاح طلب ها هنوز عددی بودن، برای همین ویترین درست میکردن و این داستان ها، هرچند که مثلا مهرعلی زاده اصلا فامیل های خامنه ای، به هر حال عددی بودن، هم باید قدرتشون رو در نظر میگرفت، در جامعه نفوذشون رو در نظر میگرفت، و همین که میخواست اون ویترین رو عرض کردم درست بکنه اینا. بعد هرچی پیشتر اومدیم، این دعوای دو جناح که سر چگونگی حفظ نظام مقدس بود، در حقیقت تبدیل شد به دعوای اکثریت مردم با کل نظام مقدس. سال 91 احمدی نژاد که خامنه ای اصلا آوردش رو کار، که همه دیگه میدونین، چنان از قدرت بیخود شده بود که اون ماجرای جریان انحرافی مثلا و مخالفت هر دو جناح با او مطرح شد، اما خامنه ای تا روز آخر ازش حمایت کرد، بعدم گذاشتش عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که میدانید داستان. بعد سال 91 موقعی که عرض کردم، اشاره کردم به سال 91 به خاطر اینکه مجلس میخواست استیضاحش بکنه، سال 91 مجلس میخواست احمدی نژاد در واقع به سیخ بکشه، حکم حکومتی پیشوا بلافاصله صادر شد. بعد علی مطهری، نماینده اومدن گفتن دیگه، از علی مطهری نقل میکنم فقط، نماینده مجلس، با بیان اینکه ما به دنبال سوال از رئیس جمهور بودیم، گفت امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور قابل پس گرفتن نیست، اما رهبری دستور دادن سوال متوقف شود و این حکم حکومتی است، پس از آن دیگر اظهار نظر ساده نیست. مطهری ادامه داد فکر می‌کردیم سوال از رئیس جمهور مفید باشد و هنوز هم فکر می‌کنیم سوال مفید است، اما با توجه به اینکه مقام معظم رهبری مخالف سوال بودند، حکم کردند و ما تابع حکم هستیم. کل مجلس هم اگر که
یاد حرف خمینی افتادم که میگه اگه همه مردم ایران در یک موردی بگن که آری و من صلاح بدونم که بگم نه، میگم نه. همه مجلس که اینقدر برایش سر صدا میکنه، نمایندگان مردم فلان به همون اینا، همه مجلس حتی اگر بخوان رئیس جمهور رو بیارنش تو مجلس ازش سوال بکنن، آقا حکم میده نه نگیرین و اونا باید بگن چش. بعد میاد سال 88 سال 98 ببخشید 26 آبان، دو روز از سه برابر شدن قیمت بنزین گذشته، نماینده های مجلس میگن خبر نداشتیم، میگن اصلا مجلس خبر نداشته، کاملا تو جریان این دیگه. بعد میان برای کنترل اوضاع و ایجاد آرامش بعد از دو روز که تظاهرات سراسری هست و اعتراض های سراسری، میگن بیاین سریع جلسه فوری تشکیل بدیم قیمت بنزین رو برگردونیم به همون قیمت سابق. دو روز پس از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و متعاقب بروز اعتراض‌های گسترده در سطح کشور و ارائه طرح‌هایی برای لغو یا تعدیل این طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مقام معظم رهبری در روز یکشنبه 26 آبان 98 صریحا حمایت خود را از این طرح اعلام کردند و با ارسال یادداشتی خطاب به رئیس مجلس نمایندگان را از مخالفت با آن برحذر داشتند. این فقط چند مورد از دخالت‌های علنی رهبر معظم در کار مهمترین نهاد مثلا انتخابی کشور، قوه مقننه. حالا برین رأی بدین، همین اصفهان میخوان دوباره رأی جمع کنن ها، نمونین یوهوی خواب نمونین، برین رأی بدین. اینه تصمیم برای گرون کردن بنزین که قاعدتا باید مجلس میگرفت، نهادی گرفت به اسم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. این نهاد چه میدونم شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اتکا به اختیارات رهبر معظم و به دستور ایشون تشکیل شده تا درباره مسائل اقتصادی کلان کشور تصمیم گیری کنه و گزارش رو فقط به او میده به جای مجلس. پس مجلس چی کار است؟ و بعد چرا رهبر معظم برای جبران بیپولی دولت قیمت بنزین رو زیاد فرمودن به جای اینکه به پیشنهاد بعضی از دوروری های عاقلشون گوش کنن لااقل اینجا و مالیات سیگار رو مثلا ببرن بالا؟ چرا؟ به لطف قدرت مافیای دخانیات در ایران می توانید به ارزانترین قیمت دنیا سیگار بخرید و دولت و مجلس حاضرند از درآمد سالانه 20 هزار میلیارد تومانی ناشی از افزایش 10% مالیات سیگار چشم پوشی کنند و برای تأمین بودجه اداره کشور به راه‌های دیگری روی بیاورند، از جمله سه برابر کردن قیمت بنزین. چرا؟ هزینه‌هاش هم بدن اینجوری. اکبر سیاری معاون بهداشتی وزیر بهداشت در دولت 11 درباره آمار عجیب قاچاق سیگار به کشور گفت: بنده مدعی آن هستم که ورود سالانه 1000 تریلی سیگار قاچاق نیست. قاچاق تعریف و تفسیر دارد. چطور می شود 1000 تریلی سیگار وارد کشور شود و با یک قیمت یکسان در همه ایران به فروش برسد و نیروهایی هم که مسئول مبارزه با قاچاق هستند متوجه نشوند؟ ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت میگوید: ما به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم که مالیات بر سیگار سالانه 10% افزایش شود که در این صورت میتواند سالانه 20000 میلیارد تومان درآمد برای کشور به دنبال داشته باشد، اما همین مافیای سیگار جلوی این اقدام را هم گرفتند. بنزین 1000 تومانی که به 3000 تومان رسید سالانه 30000 میلیارد تومان درآمدزایی دارد، اما مالیات بر سیگار به تنهایی، فقط مالیات بر سیگار میتواند سالانه 20000 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، اما مافیای سیگار اجازه این کارو نداد. اینکه مافیای سیگار دست کیاست مگه روشن نیست؟ نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر، این داستان از سال 93 تا حالا است، بار دیگر با افزایش قیمت سیگار مخالفت کردند. محمد رضا مسجدی دبیرکل مبارزه جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در گفتگو با شرق میگوید: مذاکرات مجلس را نگاه کنید، متوجه خواهید شد چه کسانی مخالف افزایش مالیات سیگارند. همه جا اصلا تو مجلس هم هست، میدونیم، یک بار برنامه خواهیم گذاشت. آقا نمیدونه،
قیمت سیگار، آقای مسجدی میگه، میگه قیمت سیگار نسبت به سال گذشته 138% افزایش پیدا کرده، اما نمایندگان مجلس به افزایش مالیات رأی ندادند. یعنی هرچه قیمت سیگار افزایش پیدا کرده به جیب دلالان میرود، سیگار گران میشود و مالیات کاهش پیدا میکند. یعنی ما فقط به نفع واسطه ها و دلالان کار میکنیم. اینو یک نماینده مجلس، اینو یک مدیر دولتی میگه، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران. تو اداره دخانیات کار میکنه، مدیر اونجاست و جلو قاچاقو بگیر، میگه آقا داستان اینه، مافیا جلوش گرفته. موضوع اینه که خامنه‌ای که با توجه به گزارش مجلس و شورای عالی امنیت ملیش میدونه مافیای سیگار دسته کیه، چرا جلوشو نمیگیره؟ چون قدرتش به همین مافیاها بسته است، از طریق همین مافیاهاست که دوروبریاش کرسی رهبری رو برش حفظ میکنن. البته وقتی دوره مصرفشون تموم بشه راحت حذف میشن، از بابک زنجانی گرفته تا هدایتی تا ایروانی و بقیه حذف میشن وقتی رهبر، یعنی دستگاه رهبری مافیا یا حکومتی تصمیم بگیره. میبینین دیگه، معاون وزیر بهداشت میگه مافیای سیگار نمیذاره مالیات بر سیگار اضافه بشه، ترجیح میدن از راه های دیگه کسب درآمد کنن. این راه های دیگه همش به سفره مردم بدبخت ختم میشه. اشاره کردم ببینین بودجه 99 باز مالیات بر حقوق کارمندان و کارگران 15% اضافه شد. خط فقر در خوشبینانه ترین حالت بیش از 5 میلیون تومان در هر ماه است. البته محاسبات انجام شده توسط کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار رقم 8 میلیون تومان را برای سبد معاش حداقل یا خط فقر نشان می‌دهد. حال چرا باید کسانی که درآمدشان زیر خط فقر است و نیازمند حمایت‌های دولتی برای گذران زندگی هستند به دولت مالیات بپردازند؟ آیا معلمان، پرستاران و کارگرانی که سال بعد 3 میلیون تومان یا کمی بیشتر حقوق می‌گیرند چیزی زیاده بر خرج خانوار دارند که سهمی از آن را به دولت بدهند؟ این شرایط لایه‌های پایین طبقه متوسط، یعنی همه موزبگیرانی که حول و حوش 3 میلیون تومان درآمد ماهانه را دارند زیر ضرب قرار می‌دهد و آنها را بیش از پیش با چالش‌های معیشتی مواجه خواهد کرد. اگر معلمی درآمدش به زور به 3 میلیون تومان می‌رسد یا کارگر متخصص و نیمه متخصصی که بر اثر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دستمزدش حدود 3 میلیون تومان است ملزم به مالیات پردازی شود، چگونه قرار است طبقه متوسط در جامعه رشد کند؟ آیا این دست سیاست‌ها بجز متوسط زدائی از اقتصاد کمتوان هدف دیگری دارد؟ والا بلا تلا سالهای 84 تا 92 گذشت، تکرار نمیشه. وقت خوبه؟ بسیار خوب، میرسم پس بگم. 84 تا 92 اقدامات احمدی نژاد تحت عنوان طرح تحول اقتصادی انجام شد. مسکن مهر، سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، یارانه نقدی و دادن وام های فراوان از جمله نمادهای طرح احمدی نژاد بود. در نتیجه شاخص های اقتصادی از آغاز تا پایان دولت او به شدت تنزل یافت. تورم از 10.4% به 20% رسید. رشد اقتصادی از 6.4% به منفی 5.4% رسید. میزان نقدینگی از حدود 78 هزار میلیارد تومان به بیش از 470 هزار میلیارد تومان رسید و شاخص فلاکت از حدود 21% به بیش از 48% رسید. در دولت دوم روحانی هم تورم از مرز 40% عبور کرد و هم دلار بیش از 3 برابر شد. رشد اقتصادی هم بار دیگر منفی شده. بنزین هم سهمیه بندی شده و یک یارانه جدید هم متولد شده. میزان نقدینگی هم باز روز رو به افزایش است و طرح مبهم مشابه مسکن مهر هم به نام مسکن ملی راه اندازی شده. یعنی تقریبا همه اقدامات دولت احمدی نژاد که روحانی میگفت کشور را به این روز انداخته در دولت روحانی هم تکرار شده. پروژه نیمه تمام احمدی نژاد به دست روحانی در حال تکمیل شدن است. تقسیم کشور به اقلیتی دارا و اکثریتی ندار و طبقه متوسطی که دیگر وجود نخواهد داشت.
کوچکتر شدن طبقه متوسط یعنی چی؟ یعنی دو قطبی شدن بیشتر جامعه. یک طرف لایه نازک از مالتی میلیاردرهایی که مافیای ثروت و قدرت حکومتی رو دارن، یک طرف اکثریت جمعیت 80 و چند میلیونی که هرچه بیشتر به حاشیه شهرها میرن و میشن کمربند انفجاری همین نظام مقدس. همینا هستن که دی 96 و آبان 98 ریختن تو خیابون. کارشناس اقتصادی در ایران آقای احسان سلطانی میگوید قیمت بنزین را زیاد میکنیم اما از کسی که خودروی لوکسی مانند مازراتی دارد مالیات نمیگیریم. دهک بالای ما اکنون 2% از درآمد خود را هزینه بنزین میکند، در حالی که دهک پایین ما حدود 20% درآمد خود را هزینه حمل و نقل میکند. ما مالیات سال گذشته 20 بنگاه بزرگ خصولتی را محاسبه کردیم که 76,000 میلیارد تومان سود خالص دارند. این بنگاه‌ها 6% از سود خود را مالیات دادند، در حالی که باید بیش از 25% این سود را مالیات دهند. نتیجه اون چیزی است که رهبر جمهوری اسلامی نمی‌بینه یا نمی‌خواد ببینه. طغیان نسبت به نظم موجوده، سیاست‌های اقتصادی علاوه بر اینکه یه جمعیت بزرگی بازنده داره اما یه جمعیت قلیلی هم برنده داره و به همین دلیل فاصله بین ندارها و دارها خیلی بیشتر شده. شما نمیتونید که سیاستهایی اعمال بکنید که بر رفاه عموم اثر منفی بگذارید و اون وقت انتظار داشته باشید که وضعیت اجتماعی بهتر رو فراهم کنید. میگه مجلس و دولت و دستگاه قضایی به تسخیر صاحبان سرمایه درآمدند و بنابراین همه تصمیمات به برای تأمین منافع اونها اتخاذ میشه و نه منافع عموم مردم و به همین دلیل ما شاهد رشد شدید نابرابری ها و رشد فقر کمرشکن در واقع در بین گروه های مختلفی از جامعه هستیم. اون وقت رهبر معظم جوانه بی آینده در جمهوری اسلامی و معترض به وضع موجود در آبان 98 و که به گفته خودشون در 29 استان از 31 استان و در 200 شهر کشور آمدند خیابون و اعتراض کردند اینجوری توصیف میکنه: غالبا کسانی هستند که با سرویس های اطلاعاتی دشمن رو سر و کار دارن، غالبا اینجور. حالا یه عده هم البته هیجانی ممکنه بیان وسط میدان، اما اون کسانی که صورتاشون رو میبندن، به انبار بنزین حمله میکنن، به انبار گندم ذخیره کشور حمله میکنن که آتیش بزنن، توی شهر را میفتن زیربناها رو چه متعلق به دولت چه متعلق به مردم تخریب میکنن، اینا حالا به ندرت ممکنه کسانی تو اینا باشن که فقط صرف هیجان اینا رو کشونده باشه، اما دستن در کاران و گردانندگانشون به اعتقاد بنده با سرویس های اطلاعاتی بیگانه مرتبطن. اونا میدونن که چه کسانی هستن، آماده اینا رو نگه داشتن یه بهانه پیش بیاد بیان توی میدان. تو 200 شهر کشور کجا رو مردم آتیش زدن؟ اولا این انبار گندم ذخیره کشور دیگه این از کجا آوردی آقای رهبر معظم؟ دفتر ائمه جمعه و پایگاه بسیج و 734 بانکی که آمار دادین آتیش زده شده در اعتراض‌های آبان، کدومش متعلق به مردمه که میگی اموال متعلق به مردم آتیش زدن؟ بعد این وابستگی مردم معترض به بیگانه و دشمن رو تا روز آخر حکومتتون میخواین تکرار کنین؟ خب صورت مسئله پاک میشه؟
هی روزنامه اعتماد از قول هلاله موسویان وکیل دادگستری نوشته خانواده چند نفر از بازداشت شدگان اعتراض‌ها علیه گرانی بنزین که پیش او رفتند همگی وضع معیشتی و اقتصادی بدی دارند و با پیک موتوری بودن، رانندگی، بیرونبری رستوران و امثال اینها زندگی می‌کنند. این وکیل دادگستری افسوده هیچ یک از اینها تاکنون نتوانستند وثیقه 1 یا 2 میلیارد تومانی را تأمین کنند. اینها اساساً ملک و املاک شخصی ندارند که بتوانند سندش را برای وثیقه بگذارند. بسیاری خانواده‌های بازداشت شدگان از محل بازداشت شدگانشان یعنی از بستگان بازداشت شدگان بی‌خبرند. اینان معترضان به وضع موجود. خودشون آمار میدن که بیش از 50% جمعیت 84 میلیونی ایران زیر خط فقرن، یعنی معطلن بر اون نون شب. این وضع فقط گرسنگی نیست، تحقیر شدگی و از بین رفتن عزت نفس فردی و اجتماعی هم هست و خب تحمل این وضع قطعا همیشگی نمیتونه باشه. 41 سال معلومه که همیشگی نیست. حالا هی بگو من اون کفتاره نیستم، همه دشمنن، بیگانن، سرویس های بیگانن و از این حرفایی که اون آقای صحاف میزد قبل از گفتم یه بار نیروهای آمریکایی آمده بودن توی سرباز آمریکایی تو خیام بغلی بودن، این سخنگوی نمیدونم وزیر فرهنگ صدام حسین بود، بعد شده بود سخنگو، مثل این که داشت به جلوی دوربینای تلویزیون سی ان ان میگفتش که همه چی آرومه، همه اینایی هم که تظاهرات میگین و بعد درگیری ها و اینا همه مال سرویس های بیگانن و اسرائیل و آمریکا و اینا هستن، که ولی ما مسلطیم. تو خیام بغلی بوده دیگه، دوربینا نشون میداد. این هم همین داستان. بشنویم مصاحبه اختصاصی ایران وایر رو با ناهید شیر پیشه یا شیر بیشه، مادر پویا بختیاری. ما به خودمون مدیونیم، ما به عنوان یک انسان به خودمون مدیونیم که شأن خودمون رو حفظ کنیم. شأن ما زیر سوال رفته، 40 سال شأن ما زیر سوال رفته. بخواستیم از این بردگی، از این دور ستمی که تو این سال به ما روا داشته شده خودمون رو آزاد کنیم. و اگر من پویا و امثال پویا این کار رو نکنن، چه کسی میخواد به بس خوبه از افتخته ما دفاع کنه؟ بله. گفتگوی اختصاصی وبسایت پروپیمونه به ویژه در پوشش خبری رویدادهای آبان 98 ایران وایر بود. خب یک خبر: مراسم اختتامیه 13مین جشنواره بین المللی سینما حقیقت دوشنبه 25 آذر ماه 98 با حضور مدیران و هنرمندان در تالار وحدت برگزار شد. در این جشنواره جایزه بهترین کارگردانی مستند بلند به محسن استاد علی برای فیلم خسوف اهدا شد. محسن استاد علی در مراسم اختتامیه و گرفتن جایزه شرکت نکرد. پیامی نوشت و داد یکی از دست در کاران فیلم خسوف بخونه. سلام به همه شما عزیزان. خوشحالم که در مدت زمان زیادی از وقایع آبان ماه نگذشته است. دوربین های ما مستندسازان خاموش بود و موبایل های جوانان این مرزبون روشن. ثبت حقیقت به حضور و دریافت جایزه نیست، به جسارت بودن است در تامینه های اجتماعی، کاری که مردم به سرانجام رسانده این جایزه تقدیم می شود به روح بلند جسورترین دوربین و مستندساز این سرزمین پویا بختیاری و همه دوربین های تئاتر. این فیلمو که دیدین از اینستاگرام فیلمبردار خسوف آقای فرهاد طالبی نژاد برداشتیم و نمایش دادیم. تیزر مستند بلند فیلم خسوفو که آقای محسن استادعلی در جشنواره بین المللی
فیلم حقیقت در تهران جایزه‌شو گرفته. این تیزر مستند بلند خسوف رو ببینید. میگن این خسوف طولانی ترین خسوف قرن 21. محسن استاد علی رئیس انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران. خب بریم پرده آخر. در اومد حمید بن مهران گفت به امام رضا پاتو از گلیم خودت درازتر کردی، نسبت به خلیفه توهین کردی و از حد خودت بیشتر حرف زدی. حضرت اینجا آقا غضب کرد. وقتی که حضرت غضب کرد در اومد گفت اگه راست میگی بگو این دو تا شیر. آقام نگذاشت نه برداشت. روایت داره با صدای بلند بمیرم. امام رضا غضب کردنش، حلیم وقتی غضب میکنه آقا عالم میلرزه. امام رضا غضب کرد فرمود دونکما هذا الفاجر، به دو تا صورت عکس شیر فرمود شما دو تا بیایید این فاجر رو بخورید. آقا فل مجلس فه همون لحظه دو تا شیر از این صورت ظاهر شد، دو تا شیر حقیقی پریدن. اول اونو تیکه پارش کرد، استخوناشو اونجوری خورد میکردن که صداشو جمعیت میشنید تو مجلس، بعد تمامشو خوردن و بعد خوناش هم لسیدن. شب و روزگار خوش.